بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، سلام و درود بر شما. اجازه میخوام قبل از هر چیزی همدردی خودم و سایر همکارانم در تلویزیون رو با قربانیان زمین لرزه اخیر در کشورمون اعلام بکنم. در همین رابطه سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، بیانیه‌ای رو صادر کرده که در ادامه برنامه خواهیم شنید. علاوه بر نگاهی گذرا به اطلاعیه های سازمانمون در این هفته، مجله کارگری رو خواهیم داشت و در پایان هم گفتگوی دارم با روبن مارکاریان پیرامون جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی و رابطه این ماجرا با گسترش تبعات فاجعه زلزله. امیدوارم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار بگیره. تهاجم جمهوری اسلامی به فعالین کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی تعرضی به همه کارگران و زحمتکشان. قل و زنجیر بر پای رضا شهابی و محمود صالحی نشون دهنده وحشت حاکمان جمهوری اسلامی از عمق‌یابی و گسترش حق‌خواهی اردوی کار و زحمت. در اینجا توجه شما را به گفتاری در همین رابطه جلب می‌کنم. در ارتباط با زلزله اخیر در غرب کشورمون، سازمان اطلاعیه‌ای رو منتشر کرده خطاب به خواهران و برادران زلزله زدمان در ایران و عراق، تحت عنوان با ایجاد کمیته های مردمی به کمک زلزله زدگان بشتابید. در این اعلامیه ضمن اشاره به اینکه تعداد زیادی از هموطنان ما جان باختن یا مجروح شدن یا اینکه سرپناهشون را از دست دادن، ادامه میده که نه تنها ساختمان‌های خشت و گلی در این مناطق کردنشین فراموش شده و محروم نگاه داشته شده ویران شدن، بلکه حتی بلوک‌های ساختمانی مسکن مرد که زمانی اصطلاحاً سمبل عدالت‌جویی حاکمان فریبکار و غارتگر بود هم در هم شکستند و به این ترتیب نشان داد که تا کجا دولت مردان این کشور در برنامه‌ریزی‌هاشون در ارتباط با کشوری که زلزله خیزه به وظایف خودشون عمل کردند. کمبود بیمارستان‌ها، پزشکان متخصص، پرستاران، روانشناسان، همه با همه این کمبودها نشون میده که در کردستان ما هیچ تدارکی برای چنین وضعیت‌هایی صورت نگرفته. اعلامیه تاکید میکنه که در شرایطی که آخوندهای مرتجع در رسانه رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی زلزله رو نشانه عذاب الهی و جزای گناه میدونن، از مردم دعوت میکنن که دست به دعا بردارن و از دولت جمهوری اسلامی انتظاری نداشته باشن، اما مردم یک پارچه در کنار هموطنان کرد خودشون قرار گرفتن. صفهای طویل اهدای خون، تلاش برای ارسال کمکهای ضروری و همچنین تلاش مردم مناطق زلزله زده برای نجات دوستان، آشنایان و همشهریانشون نشان دهنده همبستگی عمیق و غرورانگیز مردم ماست. پیام‌های متعددی که از جانب تشکل‌های کارگری، نویسندگان، روزنامه‌نگاران مستقل، هنرمندان خوشنام و سینماگران صاحب نام به مردم زلزله زده ارسال شده در اعلام تسلیت و ابراز همدردی، همه و همه روحیه این همبستگی ملی رو بیان میکنه. در بخش دیگه اعلامیه تاکید میکنه که وقوع زلزله همزمان در استانهای غربی ایران و استانهای شرقی عراق یک بار دیگه هم سرنوشتی مردم این دیار رو برجسته کرد. آسیب دیدگان این سوی و آن سوی مرز که دردهای مشترکشون بر اثر چنین بلاهای طبیعی نیز برجسته تر میشه، سرنوشت مشترکی دارن. این سرنوشت مشترک میتونه و باید
از طریق اتحادهای آزاد، دموکراتیک و فدراتیو در کشور خود و تلاش برای ایجاد اتحادهای گسترده دموکراتیک در سطح منطقه گسترش بیابند. اونهایی که به جداسری ها و تک تک کردن های قومی می اندیشن نمی دونن که با چنین سیاست هایی راه در هم شکستن این همسرنوشتی و همبستگی های انسانی پایدار رو نشونه گرفتند. اطلاعیه در ادامه ضمن ابراز همدردی با خواهران و برادران گرفتار غم و ماتم در دو سوی مرز ایران و عراق ادامه میده که ما از تمامی فعالان و مردم فداکار ایران تقاضا داریم از هر طریق ممکن به کمک هموطنان زلزله زده خود بشتابند. گرچه این وظیفه مقامات حکومتیه که همونطور که برای راه اندازی کاروانهای اربعین تمامی امکانات این مملکت رو بسیج میکنن، برای نجات آسیب دیدگان هم چنین کنن، اما تجربه تاکنونی به همه ما نشان داده که در چنین مواقعی بیش از تعلل و دست روی دست گذاشتن مقامات حکومتی و پیامهای شوم آخوندهای مرتجع در صدا و سیما انتظار زیادی از حکومت مرتجعان نمیتوان داشت. اعلامیه تأکید میکنه که اینجاست که کمیته های همبستگی کمک های مردمی میتوانند در چهار گوشه کشور شکل بگیرند و کمک های مردمی را به مناطق آسیب دیده برسانند. تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری در تهران تنها بخشی از اقدامات مردمی که برای گرفتن حق خودشون به میدان اومده. در این هفته هم شاهد اعتراضات مالباختگان، کارگران، پرستاران، دانشجویان، زنان، زندانیان سیاسی و سایر بخش‌های مردم بودیم که اینجا و اونجا در هر گوشه‌ای از کشورمون به وقوع پیوست. اعتراضاتی که موفقیتشون در گروه میزان به هم پیوستگی و هماهنگی با همدیگه است. همکارم امیر جواهری لنگرودی نگاهی داره به وضعیت جنبش مطالبه خواهی در هفته‌ای که گذشت. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر در برنامه دیگری از مجله کارگری راه کارگر هست. تلویزیون راه کارگر و دست‌اندرکاران مجله کارگری برانند با این همه آواری که بر سر مردمان جامعه ما خراب شده، مصیبت ناشی از زلزله ویرانگر دوشنبه شب هم بر اون مجموعه افزون شده. ما به سهم خویش مرگ دلخراش هموطنانمون رو در فاجعه زلزله در مناطق وسیعی از غرب کشور رو به همه خانواده های داغدار و عموم ملت مصیبت زده با تأثیر و تعلم یاد میکنیم. باشه که مصیبت و داغ از زندگی جاری و ساری مردمان ما رخت برمند. چند خبر رو میگم و روز دو سه موضوع مکس ویژه خواهم داشت در وقتی که مجله در این هفته داره. کارگران کارخانه فولاد میبود در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق بلا تکلیفی شغلیشون مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردن. بیش از 200 نفر از رانندگان سرویس مدارس شهر کرمان در اعتراض به کاهش نرخ بهای ایابزواب دانش آموزان در سال جاری مقابل اداره کل آموزش پرورش تجمع کردن. به هر تو خبرها هست که این هفته علی‌رغم این که مسئله استیضای وزیر کار علی ربیعی مطرحه، او وی در سفره، برای خودش داره در واقع امتیاز میخره. در پی حضور ربیعی تو سیرگان برای افتتاح ورزشگاه کارگران، تعدادی از کارگران کارخانه صنایع غذایی حمید به قطع شدن بیمه و نگرفتن حقوق خودشون اعتراض کردن و کارگران رو معترض میگفتن که ورزشگاه نمیخوایم، زن و فرزندمون گرسنه‌ان.
جمعی از کشاورزانی که انارشون رو جمع کرده بودن در اعتراض به سود بالای بانکی برای تمدید بازپرداخت وام‌های خودشون مقابل فرمانداری این شهرستان هم تجمع کردن. همینطور تو خبرها هست که از گیلان کارخانه کارگران کارخانه ایران برک در رشت میگن که از کارفرمای این واحد بزرگ به اصطلاح صنعتی نزدیک به 23 ماه معوقات خودشون رو طلب کارن. تعداد این کارگران الان نزدیک به 130 نفره که از این میان 30 کارگر تا پیش از تعطیلی کارخانه نوپوش در بخش دوزندگی همین ایران برک اینا مشغول به کار بودن. کل کارگرانی که توی این صنعت بزرگ بودن رقمشون به بیش از 1200 کارگر توی این واحد تولیدی که در واقع اینها با ورشکستگی نقدینگی که کارفرما رو دست کارخونه گذاشته همه به همه کار زندگیشون از دست دادن و این همه مدت هم بلا تکلیفن. جدا از این جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران هم در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خودشون مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردن. اما اونچه که در هفته‌ای که توش هستیم با برجستگی هرچه تمامتر خودش رو نشون میده موضوع اعتراضات بازنشستگان و بازنشستگان در سطوح مختلف. تو روز یه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ما با فراخوان‌های گوناگون بازنشستگان در واقع کشوری و لشکری و فرهنگی اینجا اونجا روبرو بودیم. گوشه ای از تجمع اعتراضی صنفی بازنشستگان فولاد در روز یک شنبه تو اصفهان خیابان نشاط در اعتراض به بیتوجهی وزیر دفاع و برنامه و بودجه یعنی همین جناب علی ربیعی و مدیران در واقع نالایق بندبسکن با او بر سر صندوق بازنشستگی فولاد و همراه خانواده هاشون دست به یک اجتماع بزرگ زد. فراخوان پیشکسوتان کشوری و بازنشستگان لشکری برای روز دوشنبه 22 آبان هم ساعت 10 صبح در برابر دفتر ریاست جمهوری به بار میشست. و ما میدونیم که توی تحرکاتی رو که دوره گذشته بازنشستگان داشتن همواره در برابر دفتر سازمان برنامه بودجه جمع میشدن، ولی این بار اومدن جلوی دفتر بانک که دولت میخواد این لایه بودجه رو به مجلس ببره. تجمع کنندگان که تعدادشون طبق گزارشاتی که الان دست ما هست بالای 2000 نفر رقم میزنن در ابتدای تجمع خودشون یاد جانباختگان زمین‌لرزه روز شب پیش رو با لحظاتی سکوت در واقع آغاز کردن. تعداد شرکت کنندگان همونطوری که گفتم بقایت چشمگیر بوده علی‌رغم اینکه اعلام کرده بودن این حرکت در واقع مربوط به تهرانه، ولی بخش زیادی از پیشکسوتان کشوری و همینطور پیشکسوتان لشکری از جاهای تهران و البرز و شهرهای دیگر هم به این حرکت پیوسته بودن و دوستان که از شهرستان ها اومده بودن در واقع برای دامن زدن به اون چی که فراخوان تهران بهش پوشش داده بود همراه این جمع شدن. تجمع در قالب طرح شعارهای گوناگون خودشون و خواندن قطعنامه با بلند کردن پلاکاردها و بونرهایی که با خودشون آورده بودن نمایش بزرگی رو در واقع به درون شبکه‌های مجازی کشون از دوشنبه به این سو. قطعنامه هم توسط دو تن از نمایندگان کشوری و لشکری به دفتر نهاد ریاست جمهوری داده شد و شماره پیگیری و خواست مربوط به اون هم در واقع به نوعی دریافت شد. در تمام مدت برگزاری تجمع نیروی انتظامی با برخوردی که در واقع هدفشون برقراری یک سطح نظم و امنیت تجمع کنندگان بود تلاش داشتن که در واقع بتونن اینها رو توی همون خیابان نگه دارن و یکی از نمایندگان پیشکسوتان بازنشسته به مسئولان یادآور شد که تجمع های هفتگی تا استعفای خواسته های به حق پیشکسوتان بازنشسته تداوم خواهد داشت. تو شعارهاشون هم همواره
به همین موضوع اشاره می داشتن تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم و همه اونها آرزوی این کردن که بتونن با همت و اتحاد و همدلی و همراهی هرچی بیشتر تحرکات خودشون رو به سامان ببرن. نکته ای که مربوط به این تجمع روز دوشنبه هست اینه که ملاقات با هیئت مذاکره بازنشستگان مطالبه محور هم این روز صورت گرفت. توی این تجمع در بابر نهاد ریاست جمهوری مسئولین این نهاد از نمایندگان و معترضین خواستن که توی جلسه مطالبه خودشان رو برای ریاست جمهور در میان بذارن. بر اساس گزارشی که از گروهی بازنشستگان لشکری هست، آقای امیر فریدون فرهنگی و سرهنگ حسین آزاد و گروه کشوری محسن میرزایی و خانم ایوزی برای این منظور از جانب جمع انتخاب شده و خب به هر حال برای اولین باری که یک ترکیب نمایندگی از سطوح مختلف بازنشستگان گزین شد تا بتونن حرفای خودشون رو بزنن و ما میدونیم که این تجمع بیش از هر چیزی برای در واقع تدقیق لایه بودجه سال 97 یعنی سال پیش روی برپا شده و میخوان بگن که صندوق بازنشستگی که اینطور کفگیرش به ته دیگ رسیده بایستی برای سال آینده و ملاحظه لازم در رابطه با وضعیت بازنشستگان روش منظور بشه. جدا از این در روز چهارشنبه هم کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان برای تجمع در برابر استانداری اصفهان فراخوان داده که متن این فراخوان هم مثل فراخوان‌های پیشین خودشون سریع و روشن بوده و آوردن که با توجه به اینکه هنوز پایداری در پرداخت حقوق برای نیمه دوم سال جاری در ابهامه و منبع مشخصی هم نیست، همچنان نیاز به تجمع جلوی استانداری لازمه تا مسئولان تهران نشین به اصفهان بیان و حقوق حقیقی اینها رو متحد به پرداختش بشن. اونها یادآور شدن که لازمه تمام همکارانشون از سراسر استان اصفهان توی این تجمع شرکت بکنن. به هر حال خبر پایانی که دارم موضوع استیضاح ربیعی و مشکلات کارگران و بازنشستگان. مسئله استیضاح علی ربیعی وزیر کار قراره که تا هفته آینده توی مجلس مطرح بشه. حقیقت اینه که کارگران بازنشسته مطالبه محور و همه دیگر بخش‌های حقوقی کار کشور از سیاست‌های وزارت کار و شخص علی ربیعی، کسی که به هر حال پروندهش بر سر مسائل مربوط به امنیتی و بودن او تا به امروز ورق خورد و رو شده، هیچ دلخوش ازش نداره و میشه گفت که او بعد از انتخابات دوباره روحانی باز در دولتش در واقع به وزارت منصوب شده و علی‌رغم اینکه بحث‌های زیادی بود مبتنی بر اینکه در واقع او در رأس وزارت کار جای نگیره، ولی لابی‌گری‌های فعالی که تو سطوح مختلف به نمایش در اومد، از جمله اون چیزی که در سطح خبرگزاری ایلنا میشه گفت که به نوعی خبرگزاری کار ایران ایلنا به خبرگزاری وزارت کار ربیعی بدل شد و تو مقطعی که کارگران هپکو و آزراب به خیابان اومده بودند و اون شورش بزرگ رو در عراق به نمایش گذاشتن، همین چهره در واقع امنیتی علی ربیعی سوار به قول معروف ماشین خودش شد سر اونجا در باید که بتونه از نزدیک برای خودش یک امکانات و پایینگی بتراشه. امروز هم که دارن بحث استیضاحش رو تر میکنن همه بسیج شدن در راستای پشتیبانی و حمایت از او، از حسن صادقی گرفته تا دیگران. جنایی هم که بخواد او رو استیضاح بکنه توی مجلس به اعتقاد ما هیچ چیزی فراتر از اون چی که تا به امروز این داشته نداره، یعنی برای کارگران اینا چیزی ندارن که بخوان حالا علی ربیعی رو استیضاح کنن، یک کسی دیگر رو خودشون که بتونه مال اندیشی مربوط به اونها رو سیاست های اونها رو داشته باشه، یعنی اصولگراها رو جایگزینش بکنن. یعنی هیچ چیزی توی این میانه متوجه
حال روز کارگران به ضربت کشان کشور نخواهد شد. ببینید اینکه مطالبه‌گران هنوز چوب سیاست های همین حضرات رو میخورن. اصولگرایان اساسا چیزی بیش از این اقتصاد ریاضتی برای بازنشستگان و کارگران ندارن. تازه بابت همین حد از مطالبه خودشون هم ما میبینیم که به دست باشون قلو زنجیر میبندن. اینن کاری که با رضای شاهبی کردن، کاری که با محمود صالحی کردن، برتر تن کارگران شلاق وارد آوردن و حق اعتراض رو هموار و هموار از کارگران داره میگیرن، نظیر اون چی که متوجه کارگران هفت تپه یا فعالان کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری و همینطور مدافعان حقوق کارگران و دیگران کردن. برای معلمان هم که دیدیم چه بلا سرشون آوردن سر مسئله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و دیگران. و برای این چیزی که توی این میانه گفتنی هست اینه که کارگران تنها و تنها با تأکید روی پایگان طبقاتی خودشون، متشکل شدنشون و ایجاد تشکیلات ویژه خودشون میتونن مسئله دفاع از موقعیت و جایگاه طبقاتی خودشون رو به برجسته‌ترین شکل ممکن به اثبات برسونن. مشکلات بازنشستگان، مشکلات کارگران، مشکلات معلمان، مشکلات مربوط به پرستاران و سایر بخش‌های اردوی کار فقط زمانی به حل شدن میره که خودشون با یک صدای در واقع مستقل و متحد و مصادره ناپذیر تبدیل بشن و این کار هم شدنیه. نظیر اون چی که ما در سندیکای شرکت واحد دیدیم یا در سندیکای هفت‌تپه می‌بینیم. کارگران باید متشکل بشن و تشکیلات خودشونه که میتونن شاخه این حضرات رو با هر سطح از جابجایی بشکنن. برای شنوندگان عزیز تلویزیون رای کارگر بهترین ها را آرزو دارم. تا فرصتی دیگر با شما خواهیم بود. متعاقب انتشار عکس محمود صالحی که به تخت بیمارستان قلوزنجیر شده بود، اکبر معصوم بیگی، کمال خسروی و حسن مرتضوی اطلاعیه منتشر کردند تحت عنوان زنجیر بر پای محمود صالحی. اونها آوردن که آیا زنجیری که بر پای محمود صالحی روی تخت بیمارستان بسته اند تنها به بند کشیدن یک انسان، یک کارگر، یک انسان آزادی خواه در گوشه ای از ایرانه؟ آیا این زنجیری نیست که بر پای همه ما، همه ستم دیدگان، آوارگان، تهیدستان، تحقیر شدگان و همه مبارزان و آزادی خواهان این جامعه بیمار بسته شده؟ آیا تصویری عریان تر از خشونت سرد و سرکوبگر سرمایه و پاسداران حکومت ستم و سرمایه و دار و شکنجه وجود داره؟ آیا فریادی از این رساتر برای آگاه کردن ما از زنجیرهای آشکار و پنهانی که ما رو در تار و پود نکبت سرمایه و ستم اسیر کرده وجود داره؟ آیا فقط انسان بودن، نه حتی روشن فکر و مبارز و آزادی خواه بودن، برای شنیدن این فریاد و تنین انداز کردن اون همچون غرشی از هزاران و هزار حنجره کافی نیست؟ و در ادامه میگن که محمود صالحی با شرافتش، با مبارزه و استواریش و با آزادی خواهی دلیرانش زنجیرهای ما رو به ما نشون میده. این زنجیر همه ماست که بر پای نحیف پیکر بیمار او بسته شده. او تنها نیست اگر ما سردی زنجیرهای بسته بر پای خودمون رو لمس کنیم.
و در انتها از مردم میخوان که با فریادی رساتر زنجیر رو از پای صالحی باز کنیم. در همین رابطه سازمان ما هم اعلامیه منتشر کرد تحت عنوان پاهای زنجیر شده محمود صالحی، نموداری است از اسارت همه کارگران ایرانی. در این اطلاعیه اومده تصویر محمود صالحی را دیده اید با پاهای زنجیر شده و روی تخت بیمارستان. فکر میکنید چرا یک فعال کارگری شناخته شده یک گرفتار چندین بیماری سخت رو حتی روی تخت بیمارستان به زنجیر میکشن؟ آیا میترسن او فرار کنه؟ نه، اونا به خوبی میدونن که فرار برای فردی در شرایط محمود صالحی در حکم خودکشیه. سپس اعلامیه اضافه میکنه که اونها میخوان با به زنجیر کشیدن محمود صالحی به کارگران به جان آمده ایران هشدار بدن که دست از پا خطا نکنید. درست همونطور که در سال 88 برای مرعوب کردن تظاهر کنندگان جوانان را از بالای پل پایین میانداختند یا زیر ماشین له میکردند. اعلامیه تاکید میکنه که آنها از حرکت‌های گسترنده سراسری کارگران و زحمتکشان به وحشت افتادند. آنها از ما می‌ترسند و بنابراین می‌کوشند ما را بترسانند. به یاد داشته باشیم که پاهای زنجیر شده محمود صالحی بر روی تخت بیمارستان و سازماندهی مرگ‌های خاموش فعالان کارگری و مدنی در زندان‌ها برای ترساندن همه ماست. اسارت محمود صالحی‌ها نموداری است از اسارت همه کارگران زحمتکشان و همه آنهایی که حاضر نیستند به بی‌حقی و زورگویی و نابرابری تن دهند. و اعلامیه با این جمله به پایان میرسه که به زنجیرهای من عادت نکنیم، ما بسیاریم و اگر هماهنگ و متحد شویم میتوانیم حتی کوه ها را از جا بکنیم. زمین لرزه اخیر چند صد نفر از هموطنانمون رو زنده به گور کرد، تعداد بیشتری رو مجروح و خانه و کاشانه هزاران نفر رو بر سرشون خراب کرد. در چنین شرایطی دولتمداران اسلامی در ائتلافی منفی با عربستان سعودی و رژیم نژادپرست اسرائیل سرگرم سازمان دادن جنگ‌های نیابتی و آتش افروزی در منطقه هستند. در این رابطه گفتگوی داشتم با روبن مارکاریان که توجه شما عزیزان رو به اون جلب می‌کنه. با سلام به رفیق روبن مارکاریان عزیز. منم سلام می‌کنم به تو داریوش گرامی و بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. قصد ما روز دوشنبه که صحبت می‌کردیم این بود که در ادامه ماجرای بحران خاورمیانه و تنش هایی که به وجود اومده با هم دیگه صحبت کرده باشیم، ولی متاسفانه با وقوع زمین لرزه دردناکی که این چند روز شاهدش بودیم به نظر میاد که تمام این موضوعات بی‌معنا باشه و همه چیز تحت شعار در حقیقت اون فاجعه ای که مردم ایران و کشور همسایه‌مون در حال بخشن باش روبرو هستن قرار میگیره. اگه اجازه بدید به هر حال کمی صحبت داشته باشیم در رابطه با بحران خاورمیانه و بعد برگردیم به اینکه این چه تأثیری داره از جمله در بزرگ کردن ابعاد فاجعه زلزله در ایران خود سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی در بحران آفرینی در خاورمیانه. هفته گذشته ما یه مقدار صحبت داشتیم توی تلویزیون در این رابطه. از اون روز به بعد خب تحولاتی به وجود اومده در این رابطه، من جمله
در لبنان به عنوان یک بخش مهمی از این بحران عمومی تحولاتی بوده. یه مقدار در این رابطه اگه دوستای شما شروع بکنید تا بعد ادامه بدیم بحث رو. بله، منم تسلیت میگم به همه هموطنان عزیزمون که قربانی این زلزله هولناک شدند. البته همونطور که تو گفتی در ادامه این برنامه خواهیم بهش پرداخت. ولی بحران خاورمیانه بعد از اون شلیک اون موشک کذایی به فرودگاه جده که هفته پیش در تلویزیون بررسی شد، خب ابعاد جدیدی پیدا کرد. حریری به ریاض فراخوانده شد و مجبور شد که استعفا بده. حالا در این زمینه گزارشات زیادی وجود داره، ولی واقعیت اینه که این استعفا واقعا غیر منتظره ای بود، حتی برای سنی های لبنان، حتی برای حزب خود حریری که به هیچ وجه انتظار نداشتن که چنین اتفاقی با چنین سرعتی و با چنین شکلی بیفته. و خب همه تقریبا میتونم بگم که از شکل ناشیانه این نوع برنامه ریزی برای یک ماجراجویی و که پشت اون طبیعتا زدوبندها و توطئه‌های زیادی پنهان شده که بعضا آشکار شده، خب همه رو شگفت زده کرد و اتفاقا کمک کرد به این که این کارت خیلی سریع بسوزه. چرا که در حقیقت این مهندسی یک جنگ جدید در خاورمیانه بود، یک ضد حمله علیه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی توسط ارتش اسرائیل. ما میدونیم که خب عربستان خودش، قوای نظامی خودش، 3 ساله که درگیر جنگ با فقیرترین کشور خاورمیانه دنیا یمن هست و در اونجا شکست خورده، نتونسته دستور کارشو پیش ببره. طبیعی است که الان پیروزی هایی که به هر حال اون بلوک طرفدار بشار اسد در سوریه به دست آوردن، حتی اگر اسرائیل هم وارد میشد در اونجا به این سادگی نبود و جای عربستان هم نبود، بلکه عربستان میخواست که از این طریق سرخر اسرائیل رو وارد کنه و از طریق اون آمریکا رو وارد کنه، از طریق لابی های قدرتمند خودشون و لابی های همینطور اسرائیل، که خب این نقشه تا حدود زیادی شکست خورد. به این دلیل که همه فهمیدند که اینجا مسئله به هیچ وجه طبیعی نیست، یک حرکت خیلی غیر طبیعی صورت گرفته. برخلاف اون که عربستان سعودی اولا میخواست در خود لبنان قطبندی به وجود بیاره علیه حزب الله و دوشقه کنه، پولاریزه کنه، برعکس شد. میشل اون و حزب الله و حتی تمام سنی های لبنان متحد شدن با هم علیه عربستان، چون دیدن که به هر حال عربستان میخواد لبنان رو که 15 سال اون جنگ داخلی فاجعه بار رو از سال 75 تا 90 پشت سر گذاشته و تازه در حال احیا شدنه، به عنوان یک کشور دوباره میخواد به بازیچه پیشبرد اهداف سیاسی خودش تبدیل کنه. این واکنش واقعا واکنش غیر منتظره بود برای محمد بن سلمان. از طرف دیگه با اعتراضی که روسیه کرد، چون میدونست که دوباره ابعاد جنگ سوریه میتونه گسترش پیدا کنه و غیر قابل محاسبه بشه و به یه جنگی تبدیل بشه که با هیچ کدوم از این جنگ های قرن 21 خاورمیانه اصلا قابل مقایسه نیست،
و بعداً خود رکس تیلرسون به این قضیه به نوعی میشه گفت که خاتمه داد و خیال خیلی ها رو راحت کرد و گفت که با اون اطلاعیه که صادر کرد علارغم حمایت اون توییت حمایتی ترامپ اونجا گفت که لبنان نباید به هیچ وجه به محل جنگ‌های نیابتی تبدیل بشه و از حریری به عنوان نخست وزیر لبنان نام برد، یعنی استعفاشو آمریکا و هیچ کدوم از کشورها قبول نکردن، میشل اونم قبول نکرده و اینها. ولی به هر حال در پس پشت این مسئله همونطور که در هفته پیش تلویزیون در برنامه خودش به صورت مشروع بررسی کرد، اون رقابت قدرت‌هایی قرار داره که در واقع به خاطر منافع خودشون حاضرن شعله های آتش های بسیار جنگ های شدید رو در خاورمیانه شعله ور کنند. ما دیدیم که همونطور که اشاره کردم هم روسیه هم آمریکا و به ویژه اتحادیه اروپا باز هم اونها مخالفت کردند با یک ماجراجوی جدید، چرا که میدونیم 1.5 میلیون پناهنده سوری الان در لبنانن و اگر اونجا بخواد صحنه جنگ بشه اتحادیه اروپا با یک سیل جدید مهاجرت مواجه خواهد شد. به هر حال همه اینها جمع جور شد، ولی طبیعتاً این بُعد بیرونی بود، بُعد داخلی هم که روشن هست. این اقدام همراه بود با تصفیه یک سلسله از شاهزاده های طبقه حاکم در اونجا، مثل بن تلال که یکی از بزرگترین ثروتمندان جهان و ده ها شاهزاده مهم و اینها گرفتند و به زندان انداختند برای اینکه قدرت خودشون رو تثبیت کنن به بهانه مبارزه با فساد. حالا این داستان مبارزه با فساد هم خودش خیلی چیز هست که در کشورهای رانتی مثل ایران، عراق، عربستان، شیوخ خلیج فارس و اینا که روشنه که کل سیستم اصلا ساختار قدرت بر مبنای فساد تشکیل شده و اینها. بله، مسئله ای که من هر کدوم از این تحلیلگران مختلف رو نگاه می‌کردم همه بحثشون بود که آنچه بن سلمان در همطور که شما هم تأکید کردید سیاستی که دنبال میکرد برای تضعیف جمهوری اسلامی یا برای اینکه جنگ علیه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه از طریق تحریک اسرائیل و غیره با شکست مواجه شد، یعنی هم به قول شما علاوه بر آمریکا و روسیه و اتحادیه و حتی مصر که متحد اوست هم اعلام کرد که مخالف این قضیه است، اسرائیل همه تاکید میکنن که به هیچ وجه مایل به این که با حزب الله وارد جنگ بشه نیست، چون آخرین باری که 2006 باش مواجه شد حداقل نتونست پیروز بشه اگر شکست نخورد، و امروز حزب الله با تسلیحاتی که خود اسرائیل مدعی است که اونها دارن، موشک و کارخونه موشکی و غیره و تجربه‌ای که پیدا کردن در سوریه و اینا به هیچ وجه خواهانه این نیست که باشون درگیر بشه. بنابراین این سیاست به شکست خورده. حتی حریری اعلام کرد که قرار برگرده و برگرده به لبنان و به اصطلاح، یعنی اون ماجرا به نوعی تمام شد. میگن که حریری حتی قبل از این که به عربستان بره میزان محبوبیتش در میان سنی ها حد اکثر تا 40% در بهترین حالت بود، یعنی قبل از این هم او حتی در داخل صف سنی ها هم با مشکل رو بوده کمان اینکه امروز دیگه بیچ. بنابراین سوالی که میخوام بهش برسم این است که اگر همه اینها باعث شد که اتفاقا برخلاف چیزی که عربستان دنبالش بود موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه تقویت بشه، به هر حال پیروزی سیاسی مهمی بود برای جمهوری اسلامی، در این حالت این پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورده رو سعی میکنن بزرگ بکنن مقامات ایران طبیعتا،
و به عنوان شاهدی برای این مدعات پسگی میدیدید اگر ما این کارا رو نمی کردیم، مثلا نیرو نمی فرستادیم فلان اونها، امروز موقعیتمون اینجوری نبود. با توجه به این همه مسائل، آیا این ادعا رو میتونیم درست بدونیم که ارزش این رو داشت این موفقیت سیاسی جمهوری اسلامی که میلیاردها دلار از سرمایه ایران که میتونست از جمله مثلا برای مقابله با تبعات زلزله فاجعه آمیزی که داشتیم مورد استفاده قرار بگیره به اونجا بره و نه به اینجا؟ نظر رژیم این مسئله چیه؟ بله کاملا درسته. اون نکاتی که تاکید کردی واقعیت اینه که پیروزی های جمهوری اسلامی اگه بخوایم بگیم توی گیومه، این پیروزی ها بیشتر ناشی از اشتباه محاسبه مخالفان جمهوری اسلامیه. مثلا دولت آمریکا در سال بعد از 11 سپتامبر اومد طالبان و صدام و دو تا از دشمنان اصلی جمهوری اسلامی رو از قدرت برکنار کرد. خب این از طریق ارتش قدرتمند آمریکا و تریلیونی ها دلار صرف هزینه. خب اینها جمهوری اسلامی رو تقویت کرد، موقعیت جمهوری اسلامی رو. یا مثلا اگر محاسبه بخوایم تاکید کنیم، عربستان که الان رقیب اصلی جمهوری اسلامی است، سیاست‌های عربستان در سوریه شکست خورده، در یمن شکست خورد، در بحران قطر شکست خورد، در ارتباط با لبنان دوباره شکست خورد. اینها بیشتر ناشی از شکست‌های مخالفین جمهوری اسلامی، رقبای جمهوری اسلامی و محاسبات اشتباه اونها، ماجراجویی‌های اونهاست تا قدرت جمهوری اسلامی. در حالی که رژیم جمهوری اسلامی اگر هم به خاطر این اشتباه محاسبات مخالفان خودش پیشروی‌هایی می‌کنه یا برتری هایی به دست میاره، پیروزی هایی به دست میاره، این پیروزی ها پیروزی های شکست فرجام هستند، پیروزی های پیریک یا شکست فرجام هستند. چرا که جمهوری اسلامی میخواد از این موقعیت ها استفاده کنه، حضور نظامی خودش رو گسترش بده و از نیروهای ارتجاعی در سراسر منطقه دفاع میکنه، میلیاردها سرمایه کشور رو صرف اینو ماجراجویی ها میکنه، ماجراجویی های متقابلی میکنه که موقعیت خودش رو به اصطلاح تثبیت کنه، این پیروزی ها رو تثبیت کنه، در حالی که تمام این سیاست ها، این ماجراجویی ها بر یک بنیاد متزلزل پایه‌گذاری شده، متخلخل پایه‌گذاری شده. جمهوری اسلامی امروز ما میدونیم که بعد از ماجراجویی های هسته‌ای و اون تحریم اقتصادی، علی رغم برجام که الان باز زیر حمله هستش، اقتصادش متزلزل شده، درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده، اقتصاد مولد ایران واقعا به میزان زیادی فرو ریخته، ما تعداد زیادی بیکار داریم در کشور، به قول خود اصولگرایان حدود 18 میلیون نفر افرادی هستند که در حاشیه زندگی میکنن، در حاشیه شهرها زندگی میکنن، و این زلزله، فاجعه زلزله اخیر نشون داد که اون که حدود 10 میلیون انسان کم درآمدی که در مسکنهای به اصطلاح اجتماعی یا مسکن مهر زندگی میکنن، اینا چقدر آسیب پذیر هستند. و به خاطر اون فساد ساختاری جمهوری اسلامی و پولهای عظیمی که دزدیده شده از این طرح‌ها و یا ارزانسازی‌هایی که انجام شده، به خاطر خرج‌هایی که صرف ماجراجویی‌های
عظیم جمهوری اسلامی شده و داره میشه چه لطمات مرگاوری برای مردم ایران به وجود میاره که این زلزله بهترین شاهد این مدعا هستش. تمام عکسایی که گزارشاتی که خیلی زنده وجود داره در اینجا نشون میده که مثلا شما فرض کنید خانه های مهر در هم ریخته، فرو پاشیدن اینها، در حالی که ساختمان هایی که خصوصی ساخته شده حتی چند طبقه اونها سر پا هستن، خسارت خیلی مینیمم خوردن یا اصلا خسارت نخوردن. یا یه بخش دیگه‌ای که از مردم تلف شدن و زندگیشون از بین رفته روستاهایی است که الان گزارشات میرسه و فیلم‌های عکس‌های اونها میرسه، خونه‌هایی که با کاه و گل و اینها ساخته شدن و کلاً فرو ریختن. و یا کمک رسانی جمهوری اسلامی که این همه ارتش داره و آقای قاسم سلیمانی از تمام نقاط خاورمیانه حی و حاضره با نیروهای ضربتی خودش، ما ببینیم که چقدر حتی در کشور خودمون امداد رسانی و کمک رسانی به مردم آسیب دیده طول کشیده، دچار تأخیر شده. مردم این همه تو این سرمایه شدید حتی بدون چادر باقی موندن. همه اینها در واقع این تقابل، این کنتراست نشون دهنده اون ماهیت ارتجاعی این ماجراجویی های جمهوری اسلامی است که در این مواقع در حوادث هولناک است که ابعاد اون روشن میشه. ما در اینجا الان خیلی خوب میفهمیم که شما که قدرت واکنش سریع دارید در همه، از دولت اقلیم گرفته از کرکوک و غیره تا نمیدونم تمام جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه برای دفاع از بشار اسد، در کنار حزب الله، در به حوثی ها کمک میکنید، فلان کمک میکنید، ولی به مردم ما که میخوان حداقل زندگی رو داشته باشن نه فقط کمک نمیکنید، اونها رو از امکانات محروم کردید. حتی در همین رابطه کمک رسانی هایی که خود مردم با ابتکار خودشون انجام دادن الان گیر کرده به دلیل اینکه امکان پخشش نیست از طرف سازمان های امداد رسانی و غیره. چیزی که تو این رابطه برای من خیلی جالب بود ابتکار، قدرت ابتکار مستقل مردم بود، سازماندهی که در عرض مدت خیلی کوتاهی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینها به سرعت انجام شد و در حقیقت قدرت مردم رو که میتونن با تکه بر نیروی خودشون مسئله به این بزرگی رو، فاجعه به این بزرگی رو به چالش بدن، به صورت مقابله باش بدن و کمک بکنن به همه دانشون. به نظر شما چه درسی میشه از این قدرت سازماندهی گرفت برای مقابله با سایر مشکلات، یعنی با خود جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی مشکلات؟ دقیقا اون نکته ای که اشاره کردی، یعنی اون نهادهای مردمی که در این زلزله شکل گرفتن و گزارشات متعددی که از اونها وجود داشت و کمک بیدریغ مثلا مردم به هموطنان آسیب دیده از طریق این شبکه‌های مردمی نشون داد که جمهوری اسلامی اولا واکنشش در ارتباط با بلایای هولناک طبیعی بسیار واکنش ضعیف با تأخیر و از یک مدیریت بسیار ضعیف برخورداره. به خاطر که گفتن تقصیر اینه که شما دعا نخوندید و روزه آره به خاطر به خاطر سوء مدیریت فراگیری که جز ساختاره. بنابراین در اینجاست که نهادهای مردمی کمک به هموطنان آسیب دیده نقش خیلی کلیدی میتونن بازی کنن، کما اینکه در این مورد خیلی نقش کلیدی بازی کردن. گزارشات متعدد نشون میده که اونها رفتن خودشون کشف کردن حتی دهاتی رو که روستاهایی رو که پای نیروهای هلال احمر به اونجا نرسیده، مردم رفتند با اونها ارتباط برقرار کردند و سازمان دادند کمک‌های مردمی رو، جوانان، دختران، زنان و
مردان مسئول در کشور و تمام کسانی که خودشونو مسئول حس میکنن، اینا از طریق این نهادهای مردمی تونستن واقعا بهترین کمک رسان باشن و حتی نظارت کنن برای اینکه کمک های دولتی دزدیده نشه. و ما میدونیم که بسیاری از این کمک ها در زلزله های قبلی شاهدمون بودیم، در بم و در نقاط دیگه، که بسیاری از کمک های مردمی از طریق کانال های دولتی در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفته، اینها رو چپاول شده توسط همین مقامات دولتی و اینا. بنابراین کمک رسانی مردمی و نظارت بر کمک رسانی های دولتی توسط نهادهای مردم بنیاد، اینها مهمترین ابزار و وسیله برای کمک است. و طبیعی است که ما از همه نیروهای مسئول و به ویژه فعالین جنبش‌های اجتماعی، فعالین چپ، باید بخوایم که در این شرایط بیان و از این طریق کمک کنند به مردم آسیب دیده و تلاش کنند برای اینکه کمک ها به شکل واقعی و با سرعت لازم به دست اونها برسه و در این حال نظارت کنند به بازسازی ویرانی هایی که به مردم وارد شده. و در نهایت آخرین نکته‌ای که باید اینجا من مطرح کنم اینه که واقعا باید گفت دست رژیم جمهوری اسلامی از ماجراجویی های منطقه‌ای کوتاه، این ثروت های عظیمی که داره در این ماجراجویی ها تلف میشه که حاصلش فشار بیشتر جمهوری اسلامی، تحریم ها و ضربات اساسی به اقتصاد ایرانه، این دودش به چشم مردم میره که ما در این فاجعه ها اون رو به عینه مشاهده میکنیم، همه ابعادش رو میبینیم. واقعا مردم باید این شعار رو ما بتونیم به یک شعار کلیدی و مرکزی تبدیل کنیم و خواهان اون بشیم که به هر شکل ممکن و مؤثر مردم بخوان که این ماجراجویی ها پایان داده بشه. سپاسگزارم رفیق روبن مرکاریان. بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته تلویزیون راه کارگر رسیدیم. پیروز باشید.